کجا میده ها؟ حالا که بحث زمین خاری یواش یواش شده کوه خاری، بنده گاهی که میرم ارتفاعات شمال تهران نگاه میکنم انسان واقعا خیلی متاسف میشه. بارها من در دیدار با مسئولین شهری و مسئولین دولتی و اینها این مسائل رو در میان گذاشتم. خب تلاش هم کردن لکن قاطع باید برخورد کنن. با اینکه اینجا در حقیقت جزء میراث فرهنگی است، اینجا خود مقبره بی بی شهبانو ثبت ملی شده، متاسفانه این محدوده ای که پر از آثار تاریخی هست ما میبینیم همه داره از بین میره. از طرف دیگه محیط زیست ما، یعنی این کوههایی هم که همه محافظ ری بوده، ما دره های عجیبی کنده شده، دینامیت هایی گذاشته میشه، منفجر میشه، ما همه صدای انفجار رو میشنویم از اینجا. و این دره ها و کوهخاری هایی که الان شما نمونه هاشو میبینید، اینجا کامیون ها دارن همینجوری اینها رو بار میزنن میبرن برای کارخونه های مختلف، چند روز دیگه در حقیقت این کوه ریزش میکنه با این دره های عظیمی که دارن در حقیقت میبرن اینجا رو، و با یک زلزله کوچیک بیاد کاملا کل مقبره ریزش میکنه. و این پیش بینی هایی که ما داریم میکنیم، داریم خدمت دوستان میگوییم، این خوردن دور تا دور این کوه ری و از بین بردن کوه ری یک صدمه زیادی رو به فرهنگ، هنر، تاریخ، محیط زیست ما میزنه. رهبر کبیر انقلاب اسلامی هم بارها گفتن که این کوخاری ها باید جلوش گرفته بشه. قبلا خیلی کم معادن خصوصی و یا معادن رو اجازه میدادن و جلوش رو میگرفتن که بخوان مثلا بیان به نزدیکی مقبره یا به کوه ری برسن، این کار رو انجام نمیدادن. اما الان تو این دو سه سال جدید که الان هست، به خاطر حالا اتفاقاتی که افتاده چیزایی که هست، سری و سر داره این کوها خورده میشه. الان شما این دره رو ببینین، قبلا این دره اصلا وجود نداشت، یعنی شما دو سال پیش اینجا می اومدید راحت از این تونلا میتونستید به تونل بالایی برسید، راحت میتونستید برید بالای کوه، اصلا اینجا دقیقاً شیب داشت میتونستید. اما الان یه دره عجیب ایجاد شده و ایجاد این کاری که اینجا میکنه، مشکلی که ایجاد میکنه اینه که در حقیقت به پایین دستم ضربه میزنه. متاسفانه یکی از اتفاقاتی که در مجموعه کوه بی بی شهربانو داره انجام میشه و این اتفاق بسیار خطرناک است، تحولاتی که داره توسط شرکت هایی که از کوه برای بهره برداری سیمان استفاده میکنن و برای استخراج سیمان دارن کوه رو به نوعی از بین میبرن. متاسفانه در این حوزه با وجود تذکرها و پیگیریهایی هم که صورت گرفته، چه در صحن شورای اسلامی شهر، هم همکار بزرگوارم جناب آقای خلیل آبادی تذکر دادن، هم بنده تذکر دادم، و پیگیریهای بعدی که واقعا داشتیم، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و هنوز هیچ ممانعتی انجام نشده. نه تنها داره هویت شهر رو از بین میبره، بلکه داره اکوسیستم این منطقه رو هم متاثر میکنه، اکوسیستم منطقه رو هم به نوعی تحت تأثیر خودش قرار داده، تا جایی که اینجا قدیم حیوانات متنوعی سکونت داشتن که تقریبا عمده این جانوران رو دیگه ما اینجا نمیبینیم. هم انفجارهایی که انجام میشه، هم حضور آدمها، هم حضور ماشینها، همه اینها باعث شده که این اتفاق بیفته. این بخش، این دره کنار رو هم که ملاحظه میکنید، مسیری بوده که پیشتر به صورت طبیعی رودخانه ایجاد شده بود که آبهایی که بر اثر بارش باران یا برف جمع میشد از بالای کوه بی بی شهربانو، اینها هدایت میشده به سمت شهر ری و هم مزارع مردم آبیاری میشده، هم به هر حال برای فضای سبز، برای دیگر امور استفاده میشده. اما متاسفانه الان اینجا انقدر گود شده که این آب همینجا میمونه و این دریاچه‌ای که الان ملاحظه میکنید ایجاد شده. فعالیت این کارخونه ها، هم کوهی که داره از بین میره، هم فعالیتی که در خود کارخونه انجام میشه، نه فقط هویت تاریخی ما رو نشانه گرفته، بلکه سلامت شهروندان رو هم
هدف گرفته و من واقعا انتظار دارم دادستانی ورود کنه. ما خیلی مواقع شاهد این هستیم که مثلا برای دوچرخه سواری بانوان دادستانی ورود میکنه و احساس مسئولیت میکنه. ما در برنامه سوم توسعه شهر تهران در فکر میکنم ماده 65 حکمی آوردیم که تمام صنایع و کارخانجاتی که آلایندگی دارن در سطح شهر باید فعالیتشون متوقف بشه و به جای دیگری منتقل بشه. متاسفانه به رغم اینکه این حکم قانونی وجود داره و هیئت تطبیق هم اون رو رد نکرده و لازم الاجراست و هم آقای خلیل آبادی هم بنده تذکر دادیم برای اجرای این ماده، اما همچنان هیچ اتفاقی نیفتاده. متاسفانه در پاسخ به این تذکرها وقتی مثلا بنده تذکرم خطاب به سازمان محیط زیست بود، البته یکی از خطابهام سازمان محیط زیست بود، پاسخی که برای من آمد خیلی تأسف آورتر بود. اینکه سازمان محیط زیست به صراحت میگه که محدوده کوه بی بی شهربانو در حیطه اختیارات ما نیست و شما باید به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مراجعه بکنید، و خب این سلب مسئولیت از خود واقعا پذیرفتنی نیست. وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هم لازم هست که به این موضوع ورود بکنه. اگر همینطور بخواد ادامه پیدا بکنه واقعا شاید در سالهای آینده دیگه چیزی از بی بی شهربانو وجود نداشته باشه بخوایم به نسلهای بعدیمون بگیم که اینجا کوه بی بی شهربانو بوده. همونطوری که متاسفانه بخشی از این کوه رو در احداث بزرگراه امام علی از دست دادیم، یه بخشی از هویت این فضا رو که مربوط به دوران سلجوقیان هم بود اون رو از دست دادیم که البته صداش هم در نیامد متاسفانه، بخشیش رو داریم به خاطر اقدامات کارخانه‌های سیمان از دست میدیم که البته اینها همه شاید الان نزدیک به چند دهه است، شاید نیمی از عمر این تخریب‌ها مربوط به پیش از انقلاب و نیم دیگری در دوران جمهوری اسلامی هست. اما به هر حال اون چیزی که مهمه اینه که این میراثی که متعلق به همه نسل‌های ایران هست داره توسط هم نسلان ما از بین میره و ما نمیتونیم به آیندگانمون هویت این شهر رو و بخشی از اکوسیستم این شهر رو منتقل کنیم.